با سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از آموزش طراحی ابزارک برای وردپرس. در این جلسه میریم سراغ نوع مرتب سازی بر اساس چه چیزی. نام اینجا ما گذاشتیمش روی دیت نام، میتونه چیزای دیگه هم باشه مثل نام نویسنده، اسلاگ یا همون نامک اصطلاحاً، یا عنوان، یا تاریخ انتشار، یا تاریخ آخرین ویرایش، یا به صورت تصادفی حتی، یا تعداد کامنتار. بسید تعداد کامنتار رو معمولاً واسه چی میذارن؟ وقتی بخون یه ابزارکی بسازن به اسم مثلا پست‌های پرطرفدار رو معمولاً اینجوری در نظر میگیرن که یه پستی که هرچی کامنتش بیشتر باشه از همه، یعنی خب پرطرفدارتر بوده، اونو میذارن به عنوان پست پرطرفدار، که یا پستایی که بیشتر نمایش داده شدن یه کدی می‌نویسن که تعداد نمایش هر پست رو میشمارن. یکی از این دو تا حالت. خب حالا ما تعداد کامنتار هم اینجا میذاریم. خب برای این کار ما میایم اینجا، خب همین رو واسهش کپی پیست بگیرید، همین تگ سلکت بالایی رو که نوشتیم واسهش کپی پیست بگیرید. این بار همین پوشه تم 2016 رو که دارم روش کار میکنم واسهتون فشرده میکنم، میذارم به عنوان فایل تمرین که بتونید استفاده بکنید. اینجا میتونیم اوردر بای میکنیم، اینو میتونیم اوردر بای، این رو هم می‌نویسیم اوردر بای. اینجا این رو هم همون اوردر بای میکنیم. نوع مرتب سازی رو پاک میکنه، می نویسیم مرتب سازی بر اساس، اشتباه نوشتم، بر اساس، یه فاصله هم میدم. خب حالا اینجا آپشن رو پاک میکنم، دوباره می نویسم ولیو، بخوام اولی بر اساس نام نویسنده باشه، می نویسیم آتر. پیشفرض رو هم البته باید واسهش بنویسیم، قبلا اول پیشفرض رو می نویسیم. پیشفرض رو می زنیم دیت دیگه، ببخشید، order by date. خب آتر اینو می زنیم دیت اول، چون اولیه دیت. و اینجا هم واسه اینکه خیالمون راحت باشه میگیرش، خب پس اینجا هم می نویسیم order by برابر است با instance order by. اینجا میدم بخونش و اینجا هم همینو فقط کافیه براش کپی پیست بکنیم تو آپدیت که خیالمون راحت باشه خونده میشه، اوردر به ذخیره میشه، اوردر بای هم اینجا اینجوری به این شکل ذخیره میکنیم. حالا اینجا دیگه با خیلی راحت تری ادامه میدیم دیت. خب فقط اینجا می‌نویسیم با تابع سلکتید بهش میگیم که اوردر بای، و اگه اوردر بای دیت بود این رو برسامون بذارش رو حالت انتخاب تاریخ. این رو همون دوپلیکیت یا همون تکرارش میکنم. بعدی رو میذاریم روی حالت عنوان یا همون تایتل، این رو هم میکنیم تایتل. اینجا مینویسم عنوان، تکرارش میکنم، کپی پیست میگیرم. خب حالا این یکی آتر بر اساس نویسنده، نویسنده. خب حالا یک بار دیگه این رو کپی میگیریم، این بار بر اساس تاریخ انتشار رو که زدیم، تاریخ آخرین ویرایش، مودیفاید بر این اساس، بر اساس تاریخ آخرین ویرایش، آخرین ویرایش. خب انتخابش میکنیم، این نویسنده رو میگیرم که کوتاه‌تره. بر اساس تعداد کامنت ها
میشه اگه اشتباه نکنم کامنت کانت هست، مقدارش کامنت کانت رو می نویسیم. شما اگه دوست داشته چیزای دیگه هم هست که بتونید اضافه بکنید از اونها استفاده بکنید. چرا کپی نمی کنه اینو؟ آه فارسیه، تو فارسی لینوکس کپی استش رو باید حتما انگلیسی باشه. تعداد کامنت ها تو میتونید کاری بهش بگید که به صورت تصادفی هم این کار رو انجام بده. جالبه، تصادفی هم میذاریم به حالت تصادفی هم یکی از حالت ها باشه. میکنیم تصادفی، میکنیم یه رندوم رند باید بنویسید، مقدارش میتونه باید رند باشه، اون معادل رندومه. رند پاکش میکنم، میسم تصادف. خب حالا فقط میمونه اون فانکشن رو در خروجی ما تنظیمش بکنیم. این رو order by رو باید بشه instant، اون دارم که درست نوشته باشم کپی پیستش میگیرم، instant order by رو بر اساس این مرتب میشه. بریم نگاه بکنیم ببینیم مثلا درست کار میکنه. یک رفرشی میزنیم، باز میکنم. خب این تاریخ خراب شده، نگاهی بهش بکنیم ببینیم چشه. خب درست شد. خب حالا مرتب سازی بر چه اساسی باشه؟ تاریخ، عنوان مثلا ذخیره میزنیم. خب برگشت به حالت تاریخ باید ببینیم که دلیلش چیه که برگشت رو یا درست ذخیره نمیشه اصطلاحا. اینجا این چی نذاشتیم، اینجا همه چیز ریخت با هم. ببینید یک سمیکالن میتونه مثلا مشکل ساز بشه. حالا نگاه کنیم ببینیم درست شد یا نه. عنوان مثلا نویسنده ذخیره میکنم، برگشت رو حالت تاریخ عنوان میذاریم، برگشت رو حالت تاریخ دوباره باید نگاه بکنیم ببینیم دقیقا مشکل از کجاست. خب باید این کجا درست ذخیره نمیشه اصطلاحا. نیمش که درسته، آیدیش هم که درسته، خب اینجاست. ببینید اینجا اشتباه کردم، چون کپی پیستش کرده بودم مقدار اوردر توش ذخیره میشه. اینو باید بکنیم اوردر بای، یک بی ایگرگی میذاریم آخر، فارسیه، یک بی ایگرگی میذاریم آخرش درست میشه. خب حالا دوباره ذخیره فرش رو میزنیم، نگاهی میندازیم. آره بر اساس نویسنده از عنوان ذخیره میکنم، درسته. تاریخ میگه دیگه بعد نمیگرده رو حالت خودش، درسته. میگیم بر اساس نویسنده چه بکنه نمایش بده. رفرش میکنیم و به این شکل میاد. میگیم بر اساس تاریخ آخرین ویرایش باشه. رفرش میکنیم ببینیم اینجا تغییر میکنه. شما حواستون باید به اینجا باشه، دقیقا اینجا محتوای ویجت ها ما میتونیم ببینیم. خب حالا مثلا بهش میگیم بر اساس تعداد کامنت ها باشه. رفرش میکنیم برسید کامنت ها بهش میگیم به صورت تصادفی باشه. حالا ذخیره میزنیم، این تصادفی رو باید حذفش بکنیم. اگه تصادفی باشه خب دیگه که نمیشه نوشته های اخیر که. البته ما میتونیم حالا اسمش رو گذاشیم نوشته های اخیر، میتونیم اسمش رو بذاریم نمایش پست ها مثلا. شما هر دنبال من واسه اینکه تمرینمون کامل بشه هر گزینه ای رو گذاشتم. بنده تو حالت تجاری ممکنه مثلا تصادفی رو اصلا نمیذاریم، چون دیگه اسمش نوشته های اخیر نیست دیگه. میتونیم اون اسمش رو عوض کنیم ببینیم نمایش نوشته ها. خب من این جلسه رو همینجا تمومش میکنم، این جلسه مون هم همینجا تموم میشه. جلسه بعد میریم سراغ سایر گزینه‌ها، گزینه‌های بیشتری رو اضافه میکنیم. گزینه‌هایی مثل نمایش آواتار به عنوان مثال، یا نمایش یک گزینه دیگه هم اضافه میکنیم حالا تو همین جلسه. یک گزینه واسه نمایش دستبندی، ما هم دستا رو نشون بدیم. فقط کافیه که
بالای هر کدوم اینجا، این رو ما بیاییم به این شکل بنویسیم که این کانکاتنیتی من میذارم اینجا، مینویسیم که دده چی ببخشید، این رو به این شکل در بیاریم. خب یک اکوی دیگه هم من اینجا میدم و اینجا از تابع دیت استفاده بکنیم واسه نمایش باشد که دکتگوری استفاده بکنیم واسه نمایش دسته ها. دکتگوری اینجوری کار میکنه که شما میایید یک اولیش که میشه سپریتور یعنی جدا کننده تا پارامتر اول این قسمت، این رو میشونم پارامتر دوم کاری نده، اموری بارد دوم میگیم که جدا جدا باشن، میگیم آره مولتیپل همش یه چینه حساب نشه، یک اصطلاحاً یک همه هر اگه تو چند تا دست هست دست هست هم دیگه جدا بشن اینجوری. و آخری هم میشه پست آیدی. خب اینجا اینو به این شکل مینویسیم پست و آیدیش رو به این شکل بهش میدیم. حالا این نگاهی میندازیم ببینیم درست کار میکنه یا نه. و تا بعد یک کمی مرتب تا ببینید الان مثلا به این شکل شو همشون تو دسته بندی نشدن به این شکل در اومد. بعد واسه این که بهتر دیده بشه ما اینو باید اصطلاحا یک بیاری بهش بدیم، یعنی میایم اینجا میگیم یک اکو یک بیاری من اینجا بهش میدم که بهتر دیده بشه. خب به این شکل در میاد، هر کدوم دستبندی ها افتادن بالا یا میتونن بیافتن پایین فرقی نداره، واسه اینکه بیافتن پایین اون موقع در اون صورت باید این دستبندی رو من اینجوری بر میدارم. این رو پرش میگردونم، این رو باید ببریم بذاریمشون بالا اون موقع به این شکل. این رو مثلا باید برداریم راشد این رو برداریم بذاریم این بالا و یک بیار هم همون بالا بهش بدیم. و بعد کانکت و در انتها لیمی با دکباگ دکتگوری نشون میدیم. این دکتگوری ماجراش چیه؟ حالا این مولتیپل اینو واسه اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم من حتما باید یه کاری انجام بدم، حتما باید برم هر کدوم از نوشتار رو بذارم داخل اصطلاحاً اینو ذخیره میکنم، واسه شون باید دستبندی تعیین بکنم که این دستبندی بهتر دید بشه. ولی به همین شکل هم خوبه، ما دقیقا میخواییم همین شکل باشه، میخواییم به همین شکل در بیاد. جلوتر دستش میذاریم، جلوتر تغییرش میدیم اصطلاحاً، فعلا به همین شکل میذاریم بمونیم. پس حالا کاتگوری را ما به همین شکل خب حالا اضافه کردیم. خب واسه اینکه حالا اینجا واسه کاربر تعیین بکنیم که اصلا این باشتش یا نباشتش میتونیم یک مقداری بذاریم، یک چک باکسی اصطلاحاً اول اینپوت رو میذاریم تو چک باکس ها. خب تایپ چک باکس آیدی اکو دیس گت فیلد بای آیدی، اسمش رو میذاریم کت یا اون مخفف کاتگوری کت. خب اینجا نیم تاگ اکو دیس گت فیلد بای نیم و اون رو هم میذاریم کت اصطلاحاً این کاتگوری نمایش داده بشه یا نه. خب فقط این چون چک باکس ما باید از چکید استفاده بکنیم دیگه، به صورت پیشفرض میخواییم بگیم نمایشش بده، یه مقدار پیشفرض ما اینجا بهش میدیم، اینجا اسمشو بذاریم کت، مقدارشو بذارید آن، حالا جلوتر بهتون میگم چرا، میتونه یس باشه، ترو باشه، فالس باشه، ما مقدارشو میذاریم آن اصطلاحا. خب مقداری که چک باکس ها برمیگردونن تو آپدیت ما میتونیم دریافت کنیم، اگه چک باکس تیک خورده باشه اینجا آن برمیگردونه، اگه تیک نخورده باشه مقدار یک رشته تو خالی برمیگردونه. پس اینجا واسه چی بهش میگیم که مثل همون سلکتی یک تابعی هست به اسم چکید،
از همون استفاده میکنیم. اگه میخواید دقیقا بدونید چه کار میکنه، اینو میتونید تو وردپرس دنبالش بگردید، با این اسم اینجا چکیدو بزنید، اون هم میاد. چکید هم دقیقا همین کار سلکتید رو انجام میده. اولی اون مقداری که میخوای مقایسه بشه، بعد مقداری که باید با اون شکل باشه میذاریم، آخری هم که پارامتر آخر هم اکو به صورت پیش فرض ترو نمیخواد. که کد های نمونهش رو هم اینجا نوشته، من قبلا اینو توضیح دادم با سلکتید، دیگه دوباره توضیح دادم اون کار سلکتید رو انجام میده. خب فقط میخوایم بگیم چی رو مقایسه بکنه، این بالا خب باید بشه مقداری بدیم دیگه. اینجا کات شو میذارم اسم این متغیر رو و اینستنس کات میگم اینجوری ذخیرهش بکنه. خب اینجا میگیم که اگه کات شو مقدارش آن بود، یعنی روشن بود، چکید رو بنویسه واسمون که این تیک بخوره. خب این از این، حالا یه لیبل بهش میدیم. واسه همینه که لیبل تو چک باکس ها لیبل رو باید بعد از اینپوت بدید. خب فور واسه آیدی این رو واسهش کپی پیست میکنم. خب نمایش دسته بندی یا دسته ها، مثلا نمایش دسته ها اینجوری. حالا تو آپدیت هم واسه ذخیره شدنش اینستنس کات برابر است با سانیتایز تکست فیلد کات، همون رو بالایی رو واسهش کپی پیست میکنم. سانیتایز بگم دقیقا چیکار میکنه، قبلا توضیح دادم سانیتایز کاراکترهای غیر مجاز رو از بین میبره. اگه کاربر کاراکتر غیر مجازی وارد کرده باشه تو اون فیلد که باعث میشه دیتابیس رو خراب بکنه، از بین میبره. خیلی چیز حیاتی، حتما باید انجامش بدید. یا میتونید از استریپ تگز و مای سیکوئل ریل اسکیپ ریل استیپ استرینگ استفاده بکنید، اون هم همین کار رو انجام میده. خب این رو هم انجام دادیم، در خروجی هم گرفتیمش. خب حالا میایم ببینیم دقیقا کار میکنه یا نه. چک باکس ها رو هم پس یاد گرفتید الان دقیقا چجوری میسازن. خب تیک داره، تیکش رو برمیدارم ذخیره میزنم، دوباره تیکش اومد، باید ببینیم کجا اشتباه کردیم. خب اینجا کت، اینجا گفتیم خب یک مقداری ساختیم اسم کت آن گذاشتیم داخلش. خب اینجا اینستنس کت، و میام داخل آپدیت هم نگاه میکنیم ببینیم که جایی رو اشتباه نکرده باشیم. نیو اینستنس کت هست، مقدارش این هم کت هست. نگاه میکنیم دقیقا ببینیم جایی رو کجا رو، اگه جایی رو اشتباه نوشته باشیم اینجا میتونیم یه چیزی هم اینجا بنویسیم، دقیقا بگیم نشونش بده. cat اینجا بنویسیم که echo cat show is فلان، اینجا concatenate cat show رفرش رو میزنیم، میگه آن هست. حتی موقعیم که تیک نداره این آنه، تیک داره آنه، تیکش رو برمیداریم هنوز هم آن هست. باید بفهمیم چرا که همیشه این آن ذخیره میشه داخلش. جهت و وقتی که این خالیه، این نباید داخلش آن ذخیره بشه. اینجا میتونیم یک نگاهی بندازیم دقیق. خب ما اینجا یک چیزی ساختیم به اسم کت، مقداری به اسم کت ساختیم. چک میکنیم که همه چیز درست داشته باشه، بهش بودیم چکیدش بکنه. بعد اینجا هم خب یک لیبلی واسه ساختیم و در ادامه اینجا گفتیم که توی متغیری به اسم کت واسه همون ذخیرهش بکنه. اینجا این دستور رو بهش دادیم، برش گردون، و در نهایت هم این بالا گفتیم نمایشش بوده. و اینجا داریم چک میکنیم که کت، میتونیم این رو برداریم ببینیم شاید از این باشه.
ببینید از اون بود، از اون مقدار پیش فرضش بود. خب پس اینکه این مقدار پیش فرض درست کار بکنه، ما اینو اگه یه چیزی خالی باشه این میاد اینو مینویسه، میام اینجا اینجوری مینویسیمش که یه ترینری ستایی مینویسیم. اینجا مینویسیم که if باشه، اینو من پاکش میکنم، اینجا اینجوری مینویسیم if new instance cat برابر بود با آن اینجا ترو برگردون و گرنه فالس برگردون، درسته؟ اینو به این شکل در میاریم. پس میتونیم اینو به حالت ترو فالس اینو برداریم بکنیمش ترو، کت رو میکنیم ترو این بالا. خب اینجا میگیم اگه کت آن بود فالس، خب این همون ایفیه، همون حالت ستاییه دیگه، میگیم اگه این کت برابر با آن بود یعنی چیزی فرستاده شده بود ترو برگردون و یعنی فالس برگردون. اینجا هم خیلی راحت، فقط کافی اینو دیگه تغییرش بدیم، این رو به جای کت این رو می نویسید ترو، اگه ترو بود چکیدش کن، اگه فالس بود خب هیچ. رفرش رو می زنیم. ذخیره داره الان اونجا یک تیکش رو بر می داریم، رفرش می زنیم دوباره، اینجوری دیگه همیشه تیکش میاد، اینجوری همیشه دیگه تیکش میاد، همون برش میگردنیم به صورت آن باشه بهتره. خب فقط اون بالا ما یه چیزی رو اینجا اشتباه نوشتیم که اون پشت سر هم میاد، اینجا فقط به این شکل درش میاریم که اگر همون حالت اگره رو بهش میدیم، اینجا میگیم که new instance cat اگر cat برابر بود با on، on رو برون و اگر نه باشد علامت سوال بعد میذاشتیم، on رو برگردون و اگر نه off. خب و این شکل درش میاریم، خیلی مراد باشه کار میکنه. خب حالا دوباره ما این رو رفرشی میزنیم، دوباره بر اساس همون مقداری که نوشتم چکش میکنه، اون مقدار پیشفرض خیلی داره اذیت میکنه. خب الان آن تیک داره، هنوزم آنه، یه جایی ما کدی رو اشتباه نوشتم این بالا، یه جایی این درست ذخیره نمیشه، این کت هم میاد روشو میگیره. بهتره مقدار پیشفرض بهش ندیم اصلا، حالا که با این حساب مقدار پیشفرضش رو ازش میگیریم که ببینیم به چه شکلی در میاد. خب میگیم وقتی آن بود تیک داشته باشه، وقتی آف بود تیک نداشته. اون مقدار پیشفرض رو فقط کافیه واسه چک باکس ها، مقدار پیشفرض نذارید بهتره، چون اینجور مشکلات پیش میاد. واسه چک باکس ها مقدار پیشفرض، اصلا مقدار پیشفرض میخوان چه کار چک باکس ها، مقدار پیشفرض نمیخواد. اگه داشت خب همون روز همون حرکت اول واسهش میذاریم دیگه، یه چه تیکی واسهش بذارید. خب اگه بخوایم تیک داشته باشه واسه حرکت اول، اونجا خیلی راحت میتونید یک چکیدی بهش بدید که تیک خورده باشه، حتما تو حرکت اول حتما یه تیکی خورده باشه. حالا میخوام یه تیک نداشته باشه، میام اینجا به این شکل درش. خب رفرش میزنیم ببینیم کار میکنه دوباره یا نه. میام اینجا تیک داره، تیکشو برمی‌داریم، ذخیره میکنیم، نداره، رفرش میکنیم. میم نداره، خیالمون راحته که تیک نداشته باشه، رفرش رو میزنیم داره، دوباره رفرش رو میزنیم باز میکنیم میبینیم تیک داره. خب حالا با این حساب پس میایم پایین، اینجا 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 میگیم که تا اینجا یک کار اومدیم گفتیم ایش آقا، اینجا میگیم که اگر
instance cat برابر بود با آن دی کاتگوری رو واسمون اجرا بکن. دیگه else نمیخواد. یه else فقط این بی آر رو باید بیارید پایین. این بی آر رو از اینجا من میگیرمش، میارمش اینجا. میگیم اگه تیک داشت این کار رو، خب الان تیک داره، رفرش رو میزنیم، تیکش رو بر میداریم، ذخیره میکنیم. پس چی شد؟ واسه چک باکس ها از دیفولت ولیو استفاده نمی کنیم، چون باعث میشه اصطلاحا قاطی میکنه. به این شکل بهتره واسه چک باکس ها از دیفولت استفاده نکنیم، یا دیفولت رو بذاریم روی یک حالت دیگه ای. ببینید اگه دیفولت رو میذاریم اینجوری قاطی میکنه. کات برابر است با آن. وقتی این رو انجام میدیم معمولا واسه قاطی شدنش میشه چک باکس ها اگه دیفولت داشته باشن، معمولا باعث میشه که قاطی میکنه، یک حالت خاصی به خودش میگیره. حالا تیکش رو بر میداریم. ببینید هم چه من تیکش رو بذارم چه تیکش رو نذارم، این تیکش رو میذاره. این دیفالت ها مشکل ایجاد میکنن، مگر اینکه اینجا بیایم یک، چون هر موقع شما اینو چیش بکنید میتونیم اینو برداریم اینجوری. ببینید دوباره من اینجا مینویسمش echo cat is، فقط اینو اینور اینو می نویسم. ببینید دلیل قاطی کردنش دقیقا اینجاست تو پارس آرگز. دلیل قاطی کردنش اینجا میگه تیک داره، ما اینو برمیداریم ذخیره میزنیم. این هر روزم همیشه آنه، اون همیشه آنه. دلیلش تو این پارس آرگز، موقعی که این پارس آرگ میشه این کت میاد روی اصطلاحاً اینو میگیره، اگه خالی باشه میاد روش رو میگیره پرش میکنه اصطلاحاً. دلیلش اینه. پس ما این رو بر میداریم، یا میتونید چیزهای دیگه ای بذارید. خب ولی خب میگم تو خالی باشه، چون چک باکس ها این حالتو دارن. چک باکس ها موقعی که دیفالت بهشون میدیم یک حالت خاصی پیدا میکنن، قاطی میکنن. واسه همین دیفالت معمولا بهشون نمیدن، یک روش خاصی استفاده میکنن. تو جلسه بعد بیشتر در مورد چک باکس ها و دیفالت، مقدار دیفالت اگه لازم شد حتما بهشون بدیم صحبت میکنیم. این جلسه رو من همینجا پایان میدم.